عضو کودکان کار خیابان، کودکان خیابانی به خصوص مثل سایر آسیبا، اینا چند متغیری هستن، یعنی عوامل متعددی رو اینا تأثیر میذاره و این در واقع یه معادله خیلی ساده نیست. مثلا یه متغیر باشه و بالا و پایین شدن اون، این در واقع خروجی در واقع تأثیر تغییر کنه، بلکه یه تابع چند متغیره است که هر کدوم از این متغیرها در طی زمان‌ها متفاوت میتونه باشه. خروجیش میشه تعداد کودکان کار و خیابان که بتونه ایجاد بشه. من اینو عرض کردم که مثلا بستگی داره که چقدر سیستم‌های ما برای شناسایی کودکان کار و خیابان فعالن. اگه سیستم فعال نباشه ممکنه بگه ما خب تعداد زیادی نداریم. بستگی داره بحث فقر و اینا که خب هر چقدر فقر بیشتر باشه احتمال اینکه خانواده ها بیان چیز کنن بیشتره. بستگی به این داره چقدر بازار کار تمایل داره که از این کودکان استفاده کنه. یعنی کودکان کار یه بازار ارزونیه، یعنی بچه میاد حتی اگه کار به اندازه بزرگسال هم بکنه حقوقش معمولا اندازه بزرگسال نیست، چه در کار کارگاهی چه در کار بیرون که بخواد انجام بشه. بستگی به این داره که چقدر ما سیاست‌های مهاجرتیمون درسته و اجازه میدیم که یه بچه از اون ور کشور دیگه به عنوان یه کودک بیاد اینجا و بخوان اینو مورد کار قرار بگیرن. نه من در واقع به حمایت از کودک غیر ایرانی من در واقع صحبت هم هست دارم، یعنی چقدر اجازه بدیم که یه نفری بچه از اون ور بیارن و اینجا این بچه رو به کار بگیرن. این به نظر من این چندین فاکتور مهمه که وجود ما خب برای همین موضوع ما تو مثلا چندین سال گذشته مثلا 7-8 سال قبل دیدیم که ما مراکزی داشتیم برای نگهداری شبانه روزی کودکان، بوده 37 تا مرکز در کل کشور ما داشتیم، تقریبا سالی 6000 تا کودک در اینا پذیرش میشد، کودک برای کار در خیابان. ما بررسی ما نشون داد که تعداد زیادی از این کودکان در اون موقع بال نزدیک 95% اینا با خانوادهشون زندگی دارن میکنن و این سیاست تغییر پیدا کرد که ما کودک رو در کنار خانواده باید توانمند کنیم و ببینیم که خانواده اساساً وضعیتش چگونه است. اگر میتوانیم کودک نیاد شبانه روزی اونجا بمونه، بیاد روزانه اونجا ما خدماتی به کودک و به علاوه خانواده بدیم تا این کودک بتونه کنار خانوادهش باشه با توجه به بررسی که خانواده ما انجام میدیم. یعنی نتیجه بررسی ما از خانواده نشون بده که این کودک باید خانواده جدا بشه موقت یا دائمی یا نه نیازی نیست جدا بشه میتونه کنار خانواده باشه. این باعث شد که ما یه مراکز روزانه را اندازی کردیم به عنوان مراکز حمایتی آموزشی کودک و خانواده، که این مراکز الان که مثلا ما 31 مرکز شبانه روزی داریم بیش از 60 تا مرکز روزانه داریم که داره کار میکنه. این باعث شد که ما تعداد شناسایی کودکانمون بیشتر بشه. به همین خاطر ما یکی دو سال بعد از اون کم کم افزایش پیدا کرد، از 6000 تا پذیرش سالانه‌مون که تماماً شب بچه‌ها بودن که تو مرکز شبانه روزی کودکان کار خیابان ساماندهی می‌شدن رسید به 9000 تا، کم کم شد به 14000. ما 14000 تا کودک رو تونستیم. بله این از سال تقریبا ما 91-92 شروع کردیم، در 5 تا استان به عنوان آزمایشی کار رو شروع کردیم، کم کم توسعه پیدا کرد، دیگه سال مثلا 97-98 دیگه به اوج فعالیت خودش که ما اون سال تقریبا 14000 کودک رو، یعنی 6000 تا تقریبا حتی کمتر در مرکز شبان روزی و 8000 تا رو و حتی بیشتر در مرکز روزانه‌مون و هی داره این موازنه به هم میخوره، یعنی داره هی میره به سمت روزانه. یعنی شناسایی، یعنی ما تونستیم 8000 تا بیشتر عقب شناسایی کنیم که قبلا 6000 تا بود، که این تونست در واقع کمک کنه که ما پس ما روی، یعنی شاید این بچه‌ها قبلا هم بودن ولی چون سیستم ما سیستم صرفا شبانه روزی بود ما نمیتونستیم در واقع اینا رو به اینا خدمات در واقع مستمر، ولی این باعث شد که بتونه کمک کنه تو این زمین. حالا به علاوه من اینم باید حتما بگم ورود خب سازمان‌های مردم نهاد خیلی زیادتر به این عرصه هم باعث شناسایی خیلی بیشتر شد، یعنی اونا هم بالاخره یه فضای خیلی خوبیه در همه جاها به خصوص در کلانشهر و جاهای دیگه که اونا هم تونستن تعداد زیادی از این کودکان رو شناسایی بکنن که اینم میتونه کمک کنه به این که ما بتونیم در واقع تعداد بیشتری از بچه‌ها رو تحت پوشش قرار بدیم. خیلی الان مطرح داره میشه که بعد از همون سریال آبای باران اومده که گدرم اینا گفته میشه که کودکان کار عموما همشون حالا یا اغلبشون تعداد بیشترشون دارن به صورت باند کار میکنن. شما
شما این نگاه رو تایید میکنید که همه کودکان به صورت باند دارن کار میکنن یا نه؟ ببینید یه آسیبی که به نظر میاد در همه آدم ها، چه متخصصین، کارشناسا و انجیوها و به فیض مدیران وجود داره و حواسشون باید باشه، نگرش کلیشه‌ای به یک موضوع اجتماعی، یعنی که من فکرم همه اینجوری هستن، یعنی نشونه ما میریم به سمت به قول تقلیل گرایی. یعنی تقلیل گرایی هم یه مشکل اساسی ما، یه دوست داریم مسائل رو خیلی کوچولو کنیم که در واقع بتونیم بهتر راحت‌تر درکش کنیم، در که به نظر میاد ما درک خودمون رو افزایش بدیم که بتونیم مسائل پیچیده رو بتونیم در واقع درک کنیم و بفهمیم. و ما با این چیز مخالفیم، یعنی نه معتقدیم که اینا باندن، نه معتقدیم همشون خانواده‌ان که هر کدوم درصدای مختلفی دارن. ما یه رویکردی داریم در سازمان بهزیستی بهش میگن رویکرد در واقع مدیریت مورد و فردی، توجه به فردیت افراد. یعنی ما یه موضوع کودکان کار داریم، یک موضوع کودکان کار، ولی این تا کودک کار داریم که هر کدوم متفاوتن. یعنی یک کودک کاری هست که بله به دلیل فقر خانواده داره تلاش خوش داره میکنه، ولی با این وجود نمیتونه زندگی بچه، میگه حالا من بچه‌ام میاد کار کنه، درست یا غلط، مثلا نمیخوام ارزش گذاری کنم اینو. یه خانواده هست که خانواده زن سرپرسته، بچهش داره میاد کار میکنه. یه خانواده معلوله، از کار افتاده است، یا یه بیماری لاعلاج داره، این داره بچه میاد کار میکنه. یه جا پدر اعتیاد داره، مادر اعتیاد داره، بچه میگه برو کار کن که پول مواد منو به دست. ما اینا رو دیدیم. من موردی بود همین چند ماه قبل، یه دختر 12-13 ساله که خودش اومد به مراکز ما به اورژانس اجتماعی ما خودش اومد معرفی. گفت مادر بزرگ من به من میگه برو برای من مثلا تریاک بخر بیار بده، مثلا این بچه رو میفرسته. یعنی از این نمیخوام میگه همه اینا موردی هم هست، یعنی مورد هم بله داریم که اومده خانواده بچه رو داده به یه نفر دیگه، میگه تو رو 50,000 تومان به من بده، هر چی بیشتر کار کردی مال خودت. از این من خودم با چندین تا این بچه ها مصاحبه کردم. مورد هم داریم که نه اصلا بچه اصلا پدر مادر خبر نه، بچه داره مورد ابیوز باند قرار میگیره، باند داره از این بچه مثلا 20 تا بچه توی یه جا نگه میداره. ما میگه آقا ما باید بریم بررسی بکنیم، مددکار ما باید بررسی بکنه و ببینیم جز کدوم اینا هست. آیا خانواده نیاز معیشتی داره؟ ما باید حمایت کنیم، نهاد حمایتی باید این کارو بکنه، کاری که ما از سال قبل در یعنی قبلا انجام میدادیم، ولی اووردیم پروژه‌مون رو روی موضوع که ما خیلی باید تمرکز رو کار حمایتی بیشتر بکنیم. ما مثلا در تهران 600-700 تا خانواده رو کشناس کردیم، بردیم تو بحث حمایتی، یعنی وام کم بهره 14% به اینا دادیم، حمایت ها کردیم، کمک های بلاعوض که خانواده توانمند شه و بچه نیاد تو خیابون دیگه بخواد کار کنه، چون فرصت بچه از دست میره. یه موقع شما میریم مثلا خانواده میبینی که اعتیاد داره، گفتیم باشه ما حاضریم کمک کنیم، پدر خانواده رایگان بره اعتیاد رو ترک بکنه. میریم تو خانواده میبینیم بله کودک داره کار میکنه، ولی بابا یه برادر بزرگتر داره، یه خواهر بزرگتر داره، مثلا 20 سالشه، پدر سالمه، میگه تو باید بری کار کنی، نمیشه تو سالم باشی بچه 11 سالت بره. با اینا برخورد میشه؟ بله، ما به اینا گفتیم آقا اگه حرفه آموزی بخواین، ما با سازمان فنی حرفه‌ای تفاهمنامه داریم، ما رایگان میفرستیم شما رو بری حرفه آموزی یاد بگیری، وام هم به تو میدیم، وام کم بهره هم به شما هم میدیم که بخوای این کارو انجام. ولی اگه اینم تکرار بشه، خب اول تذکر، بعد ما ممکن سلب اذانت بکنیم، یعنی بچه رو در اون خانواده ای که ببینید که علی رغم این کمک هایی که داره میشه، ولی همچنان خانواده میخواد دیگه، میشه سوء استفاده از بچه. یعنی جایی که شما کمکات رو داری انجام میدی ولی نه. و خیلی جاهای دیگه حتی از این کمترشون سلب اذانت میکنن در کشور دیگه. شما الان در اروپای 740 میلیون نفر جمعیتی حدوداً 1 میلیون بچه در مرکز شبانه‌روزی هستن که خیلی هاش به دلیل فقر خانواده، یعنی عدم توانایی خانواده در رسیدن به فرزنده و دلایل دیگه، مثلا کودک آزاری، الکلیسم و اینای دیگه که تو اروپا، با اینکه شعار اونا هم همینه، میگن کودک متعلق به خانواده است. ما بعد با اینکه سیاست‌های رفاهی خیلی ممکنه بیشتری در خیلی از کشورها نسبت به ما داشته باشن برای خانواده، ولی منظورم که روی کودک کوتا نمیان، یعنی نمیگن حالا کودک باش، حالا ابنه پدر، حالا 2 ماه دیگه پدر اعتیاد داره، حالا بعدم پدر ان شاءالله خوب شه فلان، نه میگه همین امروز ممکنه کودک، ممکنه بفروشه کودک، ممکنه کودک میاد سر خیابون آسیب ببینه، یه ماشین بشه، هزار اتفاق میفته، یکی بیاد کودک رو گول بزنه سر خیابون
ببره هزار بلا سر کودک بیاره. یعنی نمیتونن، این بالاخره یک ثانیه است ممکن اتفاق بیفته. ولی ما این بحث، ما به خانواده گفتیم ما کمک میکنیم، به خانواده ایرانی کمک میکنیم، به خانواده غیر ایرانی که اجازه اقامت رسمی در ایران دارن، یعنی عین یه شهروند ایرانی با اونا ما رفتار میکنیم. اگه کسی مثلا اجازه داره مثلا داخل ایران بمونه و مزایایی که بهره مند شه، ما حتی اگر چیزی باشه وام کم بهره به اونا هم میدیم. نمیدونم منتها بعد بحث اقامتشون رو باید دوستانی که مسئول اقامت هستن و همینجوری من اگه بلند شم یه کشور خارجی برم، با اون آدمی که مثلا اومدم یه هفته مسافرت تازه قانونی، خب به من معلومه اونا نمیان به من اجازه کار بدن یا بیان به من وام بدن یا هر چیز، اصلا یا تو اصلا ما تو رو به رسمیت به عنوان یه شهروند نمیشناسیم. اگه غیر مجاز رفتارش اصلا هیچی، اصلا غیر مجاز اجازه نمیدن تو من، یعنی به محض اینکه من شناسایی کنن در خیابان سری من اجازه هیچی ندارم، یعنی تحت الحفظ هستم تا اینکه منو برگردونن به کشور مبدا خودم، یعنی دیپورت اجازه میدم بگم باش حالا تو غیر مجازی، حالا تو خیابون باش، ما حالا تا یه هفته دو هفته دیگه میایم حالا ببینیم برات چیکار. اصلا اجازه نمیدن توی این کشورا که این کارو بخواد انجام بشه. توی این بحث کودکان یه جایی بله کودکو اجاره دادن که اصلا ما همون لحظه سلب اذانت میکنیم، یعنی یه باندی پیدا کنیم که داره کودک برکشی میکنه، هم صاحباندو میگیریم هم کودکانو در واقع دست اون آدم جدا با. حالا کودکانی که میان توی فرآیند، اول اینکه با خانواده رو شناسایی میکنیم، حتی این کودکانی که تو باندن، اول اینکه با خانواده رو شناسایی کنیم و بعد بر اساس اینکه واقعا اون که خانوادهشه واقعا خانوادهش هست یا نه، چون بعضن هم بوده فرد اومده گفته من پدر اینم، بعد من اصلا پدرش نیست اصلا، یعنی بررسی کردن اون شناسنامه بعد این اصلا نمیخوره، مثلا عکس شناسایی مشخصات بررسی های دیگه ای که انجام دادیم، حتی اگه لازم باشه ممکنه مثلا بعضا با حکم قاضی بررسی دی ان ای هم انجام شده، دیدیم نه اصلا این پدر این نیست. یکی میگه من عمو اینم، خب ما کجا میگیم عمو اینی، نمیشه به صرف اینکه بگیم عمو شو، حتی بچه ممکنه ولی عمو منه به خاطر اون ارتباطی که یا ترسش یا نمیدونه شرطش رو. یه نکته هم که من اینجا تو پرانتز حتما باید بگم، ببینید ما برای کودکان، برای مثلا افرادی که مثلا یک مثلا اختلال مثلا روانشناختی بزرگسال، مثلا من به عنوان یه آدمی که ممکنه بیماری مثلا اسکیزوفرن داشته باشم، یا من به عنوان یه آدمی که مواد مصرف کردم و الان نسبت به وضعیت خودم بصیرت ندارم که آقا مثلا الان من تو این اتاق نشستم اینجا باید رعایت کنم مثلا شئون لازم رو، اینجا پنجره است نباید برم پنجره ارتفاعش زیاده بپرم فوت میکنم، یعنی ما میگیم طرف بصیرت به شرایط خودش نداره، اینسایت نداره. چطور یه بچه مثلا یه سال دو ساله میگه اون نمیدونه خطر چیه، ممکنه اگه شما در بالکن رو باز میره بالکن میفته پایین، مواد زیادی ما دیدیم بچه بالکن افتاده پایین، چرا بچه خطر رو درک نمیکنه؟ یا کبریت نمیدونه چیه، یا گاز روشن. بچه‌هایی که کارن به خصوص سن پایین اینا 8 9 10 11 اینا اصلا به شرایط خودشون واقف نیستن، یعنی بصیرت ندارن نسبت به شرایط خودشون، نمیدونه چه فرصتی از انتظار هم نداریم. ما بچه 10 11 ساله میگه خب من بابام مامان من منو فرستاده سر خیابون دیگه، بابای مامان من دوست داره دیگه، اما دیگه من اگه به بچه خودم بگم هر کاری بکن بچه بچه‌ها انجام میده، میگه بابای من نه، بابای من که بعد من نمیخواد. ولی چون این در واقع بصیرت نداره به شرایط خودش، ممکنه براش سخت باشه بچه‌ای که ما مثلا بیاریم یه جایی بخوایم نگهداری کنیم و از پدر مادرش دوره، ولی شما میدونی که این بچه داره اونجا آسیب میبینه توی کار. با تمام جمعی جهات من دارم میگم، و اصلا ما به عنوان نسخه اول اصلا قبول نداریم بچه رو ما هر بچه بیام سریع از پدر مادر دور کنیم. بارها گفتیم به کارشناسان، گفتیم ما با هم رویکرد مدیریت مورد و با فردیت، یعنی باید ما با رویکرد مدرکار اجتماعی خانواده رو بررسی میکنیم. خانواده اگر جای کار داره که ما در کنار خانواده باشه و کودک هم میشه خانواده باشه، تمام سعی ما که این کارو بکنیم. مثلا در همین تهران که از سال قبل این پروژه حمایتی شروع شد، ما از تقریبا مثلا 100 مثلا 50 60 تا بچه ایرانی که از سطح خیابون رو جذب کردیم آوردیم، 10 تاشون وارد مراکز ما شدن، 10 15 تاشون نه اومدن در مرکز شبانه‌روزی بمونن، بقیه روزانه. چرا؟ 10-15 تایی که بچه هم 6-7 تاشون دارای مصرف مواد داشتن این بچه ها، حالا به خاطر مسئله خانواده بوده که و احتمال خیلی زیاد بوده که والدین هم 100% والدین بودن، یا کسانی که مورد در واقع کودک‌آزاری شدید بودن بچه،
اصلا صلاح نبود این بچه بره داخل خانواده قرار بگیره. بقیه اونا یعنی از ایرانی ها تقریبا شاید 15 درصد 10 درصد اومدن نمایش شبانه‌روزی، 80-90 درصد رفتن داخل خانواده. و ما با همکاری سازمان‌های مردم نهادی که بحث توانمندسازی به اونا سپردیم نظارت روی خانواده که آیا خانواده فرآیند کار داره درست میره جلو یا نه، اگه دیدیم که باز یعنی همکاری ما، همکاری نهادهای در واقع مردمی همین NGO و سمن ها و مؤسسات و خود خانواده که بتونن در واقع کمک کنن که این گونه